برام خدای مهربان سلام و شبتان بخیر. به برنامه پس از خبر خوش آمدید. همت‌الله میثاق محمدی هستم. تا نیم ساعت دیگر بحث ما روی چگونگی عدم توزیع شناسنامه‌های برقی و کارکرد اداره‌ای که به این نام حالا کار میکنه است و اینجا رسید با من آقایان فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان و عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان هستن. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید به بحث. آقای بهشتی با شما آغاز میکنیم، چرا هنوز صاحب شناسنامه برقی نیستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و جناب آقای نیازی و بینندگان محترم. اون چی که ما معلومات داریم، کار تذکره الکترونیکی از تقریبا دو سال پیش تدارکش آماده شد، ولی قانونش وجود نداشت. تای فرمان رئیس جمهور دستور دادن که تذکره الکترونیکی توزیع شد. بالاخره بازم به مانع قانونی برمیخورد، چون پارلمان وجود داشت. قانون آمد در پارلمان، برای مدت پارلمان بالاخره از پارلمان پاس شد. رفتن در قانون ثبت احوال نفوذ که شامل توزیع تذکره الکترونیکی هم هست. بالاخره در رفتن در جنجال انتخابات هم توشیح نشد. فعلا فکر میکنم مشکل اساسی مشکل توشیح قانون است که امیدوار هستیم رئیس جمهور محترم قانون رو توشیح بکنه که تا تذکره الکترونیکی در روشنی قانون توضیح شود. شما دیدید که انتخابات وقتی متاسفانه به چالش کشیده شد، یکی از دلایل عمده نبود تذکره الکترونیکی بود. هرچی نمیتونه تمام دلیل را حساب کرد، چون جل متاسفانه به اندازه بود که اما اگر دلیل اساسی می توان شمرد، اگر تذکره الکترونیکی می بودی همی جل انجام می شود. ولی خب تصمیم یک ده برای بود که باید کار به این شکل انجام شود. اما به هر حال وقتی تذکره اگر باشه یک دلیل عمده اساسی، چون یک نفر یک رای با تذکره به هویت خود می کار متاسفانه. خب حالا شما ببینید که در این دوری اخیر کمیسیون انتخابات اعلام کردن که ما حدود بیش از 8 میلیون نفر رایگیری شرکت کردن، در حالی که کارت بیش از 18 هزار نفر میگه کارت گرفتن. آقای بشتی، حالا پرسش اساسی این است که چرا توشیح نشد این قانون از سوی رئیس جمهور پیشین و حالا چرا مورد توجه قرار گرفت؟ دلیل عمده شون من نمیدونم. اون تا اونچه که من میتونم تحلیل کنم است که احتمالا همی جنجال های انتخابات و اینا باعث شدن تا توشیح نشد، ولی حالا یک ضرورت جدی است، چون حالا پیش از برگزاری انتخابات هم ضرورت جدی پنداشته میشد. یقیناً. چرا مجلس این را جدی نگرفت؟ مجلس وظیفه خانجام دادن، این را بالاخره تصویب کردن. حدودی 5-6 ماه قبل رفتن و برای توشیح. چرا توشیح نشد نمیدونم، دلیلش باید رئیس جمهوری قبلی و رئیس جمهوری فعلی ارائه بکنن. چنانچه شما میبینید که فعلا هم نیاز بعد از یک ماه با چالش بسیار بسیار جدی روبرو شدیم، هم خارجی ها، هم ناظرین بین ملی و بین المللی، هم مردم افغانستان به این باور عقیده است که تنها راهی که ما میتونیم از چالش بیرون شویم، یکی از راه ها توزیع تذکره الکترونیکی است. علاوه بر این که نظام انتخاباتی ما باید اصلاح شود، که شامل قانون انتخابات میشه، شامل نهادهای انتخاباتی میشه و شامل خب روش انتخابات میشه. تا حالا ما داریم رای واحد غیر قابل انتقال، اما ایده بر این باور است که رای واحد قابل انتقال در آن افغانستان دیگر پاسخگو نیست. به وقت این گونه اگر باشه، نیاز به این داره که قانون انتخابات به طور اساسی باید مورد بازبینی قرار بگیره. تشکر. آقای نیازی، چگونه میشه توجیه کرد در حالی که اداره برای همین هدف داره کار میکنه و کارمندان این اداره حقوق دریافت میکنن و همه چیز هم آماده است، وزارت داخله هم هر از چندگاه میگه آماده این کار هستیم، وزارت مخابرات هم مشکل نداره، و این پرسش نخست و دوم این که چه دلیلی میبینین که تا هنوز این قانون توشیح نشده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض دارم خدمت شما مهمان عزیز و بیننده های خوب تلویزیون و همکارای شما. ببینین، خوب بود که تذکره الکترونیک در سال 91 که فرمانش داده شده بود، با هم به مشکلی که او فرمان مشکل قانونی و حقوقی داشت، باید تذکره الکترونیک توزیع می شد تا افغانستان
به طرف یک وضعیت بد و یک تقریبا به طرف یک بحرانی که در حرکت شد و ما شما شاهدش بودیم نمی رفت. و امروز ما آرای مردم افغانستان می داشتیم و حکومت مردم افغانستان بیرون برآمده از آرای مردم افغانستان می داشتیم که متاسفانه چنین نشد. اما دلیلی که چرا این تا به حال توزیع نتانستن بکنن اینها، در حالی که هم فرمان بود و هم آمادگی ها وجود داشت، افراد اشخاص هم یال معاش های دلاری می گیرن، ما از رئیس تذکره الکترونیک یک روز رفتم اونجا یک کاری داشتم، از پیش پرسان کردم که چرا این تذکره الکترونیک در افغانستان توزیع نمیشه. او گفت که کسایی برای رئیس جمهور کرزی گفتن که اگر تو در چنین شرایطی تذکره الکترونیک توزیع بکنی و در این تذکره الکترونیک مسائل اقوام به شکل دیگری در نظر گرفته شده، این برای تو برای در تاریخ زندگی قومی تو یک ننگ است. عجب. این گپی بود که رئیس تذکره الکترونیک برام گفت و شاید صدای مرام بشنوه. دلیل دومش که ما باور دارم، رئیس جمهوری قبلی افغانستان علاقه داشت که افغانستان همین قسمی که شد همینطور شوه. چرا؟ حکومت رئیس جمهور کرزی فاسدترین حکومت دنیا بود و ایجاد حکومتی به آرای مردم توسط اراده مردم با انتخاب مردم و آمدن امنیت خوب، ثبات خوب، انتخابات خوب برای رئیس جمهور کرزی قابل تحمل نبود. به او خاطر نخواست این تذکره توزیع شوه تا یک انتخابات به اصطلاح خودی رئیس جمهور کرزی زده و زخمی، رئیس جمهور قبلی ما شما زده و زخمی به وجود بیاد که ما امروز حکومت منتخب نداشته باشیم و ما بریم به طرف یک حکومت وحدت ملی، اونم به خاطر مجبوریت که اساس و منبع قانونی نداشته باشه. و واقعا با این کار که حالا شما میگین، رئیس این اداره گفته که کسانی بودن که با آقای کرزی گفتن که این کار را نکنن، اینه چقدر میتونه یک دلیل قوی باشه برای که واقعا توزیع شناسنامه های برقی میتونه وضعیت را تغییر بده؟ من نمیفهمم که در این موضوع چقدر گپ صدق و صحت داره، ولی ایره میدانم که یک تعدادی در پهلوی رئیس جمهور کرزی قرار داشتن که این تعداد رئیس جمهور در یک انحصار قرار داده بودن و نمیگذاشتن که کار را به سطح افغانستان و به سطح جامعه بین‌المللی کار را بکنه که آبرو و عزت افغانستان زیر سوال نره، که از اون جمله یکیش توزیع تذکره الکترونیک است. شما ببینین امروز راهکاری را غیر از انتخابات برای تثبیت سرنوشت و انتقال مسالمت عمومی قدرت شما در افغانستان نداره و این راهکار توسط گمانه‌زنی ها و چانه‌زنی های داخل ارگ و بیراهه برده شد. حکومت افغانستان یک حکومت از اراده مردم بیرون نیامد. اگر ما موفق می شدیم در طی دو سه سال شناسنامه الکترونیک توزیع می کردیم، امروز یک رای هر فرد یک رای می داد و ما صاحب یک حکومت منتخب می بودیم، شاید ما امروز به این بحرانی که امروز در داخل حکومت وحدت ملی وجود داره مواجه نمی شدیم. شما شاید در جریان شما بس این شناسنامه های برقی رو با انتخابات و چالش های انتخاباتی بیشتر ربط میتین. خب فکر نمی کنین که یکی از نهادهایی که مقصر بود و غفلت کرد همین مجلس نمایندگان بود؟ شما میدونید که مجلس نمایندگان در این قسمت مکلف بودن که قانون ثبت احوال نفوس تصویب بکنن و روان بکنن که کردن، اما به گفته رئیس جمهور که گفته بعد از فوت وزیر عدلیه قانون گم شده، من نمیفهمم در کجا گم شده. امیدوار هستم که این قانون پس پیدا شوه و توشی شوه تا تذکره الکترونیک توزیع شوه. ما که بسیار ربط میتونم تذکره را به این، به خاطر که شما میدونید که در افغانستان برابر با نفوس افغانستان کارت رایدهی توزیع شده. اگر شما این سیستم برقی نسازین، شما نظام تغییر نتین، سیستم برقی نسازین، کمیسیونای انتخاباتی را افرادش را تغییر نتین، نظام کلا از بیخ و بن تغییر نکنه، شما دیگه نمیتونین از آرای مردم افغانستان استفاده بکنین و انتخابات ها را. اما قسمی که در ریاست جمهوری یک چیزی توافقی بیرون آمد، فردا در انتخابات پارلمانی هم کسانی با امکانات پولی به داخل مجلس راه پیدا میکنن و هزاران هزار چهره های توانا از نداشتن پول و امکانات بیرون میمانند که به خیر افغانستان نیست. به او خاطر من میگم که اگر ما خواسته باشیم افغانستان از این بیراهه و بحران
بکشیم به طرف یک راه راست ببریم باید تذکره الکترونیک توزیع شود و هر فرد در افغانستان بتانه تنها یک رای بده. آقای بیشتی شما افغانستان داره شناسنامه‌های برقی و نداشتن شناسنامه‌های برقی را چگونه مقایسه میکنید؟ البته خوب شما توجه دارین که افغانستان در شرایط حاضر با مشکلات عددی مواجه است. خب ما کشوری فقیر انکشاف نیافته هستیم و قابل قیاس با کشورهایی که امروز پیشرفته و دارای همه امکانات است نیست. به هر حال ما دموکراسی را هم که یکی از اصول اساسیشون انتخابات است در طول همین 17 سال تجربه کردیم و به همین نتیجه رسیدیم بالاخره که یکی از دلایلی که انتخابات میتونه خوب انجام شود و عیب و نقص نداشته باشه یا کمتر داشته باشه توزیع تذکره الکترونیکی یا داشتن هر فرد تابع افغانستان تذکره الکترونیکی است که دلیل بسیار عمده هستن و به مثلا پی برده شد. بنابراین فراتر از این موضوع چه مسائل دیگر میتونه مطرح باشه در این زمینه؟ البته خب تذکره الکترونیکی خب برای تشخیص هویت افراد کشور بسیار مهم است. در پارلمان وقتی آمدن خیلی از اعضای پارلمان برای باور بودن که نام اقوام اسامی اقوامی که در قانون اساسی ذکر شده باید در تذکره هم ذکر شود، ولی مسوده‌ای که از طرف حکومت جور شده بود در اصل، یعنی در اصل تذکره‌ای که به دست افراد داده می‌شد چیز نیامده، منتها در دیتابیس آمده که اقوام فلانی مربوط کدام قبیله هستند. بنابراین این چیز آمده در که در گذشته تاریخ یا در قانون احوال شخصی گذشته، قانون ثبت احوال نفوذ در گذشته این چنین چیزی نبود، این تازگی داشته. بنابراین باور می‌کنم که تثبیت هویت برای افغانستان بسیار مهم است. ما احصائیه‌ای که داریم افغانستان یک بار ببینی از مرز 40,000 هم میگذرن، بعد برمیگرده میای خب 40 میلیون، حالا خب باز بعضی وقت برمیگردن به 20 میلیون هم نمیرسن، در حالی که افغانستان قبل از انقلاب اونچه که آمار نشون میده قبل از انقلاب بیش از 29 میلیون جمعیت داشته، حالا که جمعیت جزئی که یک مقدار قربانی جنگا شدن یک مقدارم مهاجر شدن، بالاخره اونایی که زنده هستن چه در داخل چه در خارج فکر میکنیم شاید بیش از 35 میلیون جمعیت داشته باشه. بیشتر ادامه میتیم، وقتی کوتاه داریم در ادامه همچنان با ما باشید. سلام دوباره، شما بینیده ای برنامه پس از خبر به گونه زنده و مستقیم از آریانا نیوز هستن. بحث امشب ما روی اهمیت توزیع شناسنامه های برقی است و اینجا در استودیو با من آقایان فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان، عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان هستن. آقای بهشتی اگر خیلی کوتاه شروع بکنین، واقعا توزیع شناسنامه های برقی در یک کشور که نظامش نظام دموکراتیک است چقدر میتونه برای قوام دموکراسی کار بکنه و چقدر میتونه او پایه های سیاست قبیله رو بشکنه؟ در هر کشور تثبیت نفوس جمعیتش چیز بسیار مهم است و با یک وسیله معتبر. بنابراین یک از اهمیت اول توزیع تذکره الکترونیکی است که ما متوجه شیم در افغانستان چقدر جمعیت وجود داره. یک دویمی که متاسفانه ما هنوز هم بسیار فاصله داریم با که با جامعه مدنی مدرن. ما امروز هنوز هم جامعه بسیار بسیار پسمانده و بالاخره عقب مانده و جامعه سنتی هستیم. ما هنوز هم از منظر قبیله بحث میکنیم. شما جریان در بوندین که خب کسی که در اونجا بالاخره برنده شد که باید رئیس اداره موقت شده خب کسی دیگری بود. بالاخره باید همین معضل پیش آمد که در افغانستان باید از این قبیله باید رئیس جمهور باشه و انتخابات سال 1993 یکی از
یکی از دلایلی که به می جنجال کشیده شد این مسئله بنابراین این مسائل چقدر به نفع و زیان آینده البته خب یکی تشخیص مسئله است که باید تشخیص شود یک چیز بدی نیست هر کس متوجه شود ما چقدر ولی ما باید به سوی ملت شدن پیش بریم ما اگر همه بازم به نسل جوان هم به این مسیر حرکت بدیم که بیاین از این قبیله اگر بود باید جایگاه قرار بگیره ولی از قبیله دیگه اگر بود ولو دکترا هم داشته باشه در این جای باید نباشه به خاطر که من به این قبیله نیستم بنابراین ما باید به سوی کاری را انجام بدیم که به این قانون هم روش تاکید شده که باید بسیار برجسته این مسائل قومی مطرح نشوه و در آینده ما شما بریم به سوی یک ملت شدن یک پارچه شدن آقای نیازی چقدر میتونه به عنوان یک اولویت جدی برای حکومت که حالا در آغاز کارش هست این مسئله باشه توزیع شناسنامه‌های برقی ببینید متاسفانه افغانستان کشوری است که هنوز مرز مشخص نداره که ما و شما هنوز در خط دوران گیرویم افغانستان کشوری است که هنوز یک کشوری چند ملیتی و کثیر ملیتی است ولی تا هنوز ما در افغانستان توانایی را پیدا نکردیم که بدانیم که ما چند میلیون نفوس داریم افغانستان کشوری است که به گفته آقای بهشتی هنوز در اینجا قومگرایی یک ضرورت است برای مردم و سیاست مدارا و قبیله یک اصل است سیاست مدارای ما کوشش میکنند که از داخل قوم و قبیله سر برارن تا از داخل افغانستان سر برارن و بعضی اقوام هم همیشه احساس برتری به خود میتن و احساس اکثریت دارن باورشون است که اینا اکثریت هستن ما که میگیم باید شناسنامه توزیع شود به خاطر که ما میخواییم به گفته کسایی که خیلی علاقمند دموکراسی هستن افغانستان وقتی که شما میخواین دموکراسی را تمثیل کنین در دموکراسی از طریق انتخابات به وجود میاد انتخابات وقتی میتونه ثابت شود که تعداد نفوس معلوم باشه تعداد نفوس شما چه وقت میتونین معلوم کنین وقتی که تذکره الکترونیک توزیع کنین ثابت شود که در افغانستان چند ملیت زندگی میکنه و هر ملیت دارای چقدر نفوس است اونجا اکثریت و اقلیت معلوم میشه چلاوصاف همه بیرون میبره اما تعدادی مثلا رئیس جمهور کرزی مثلا کسای دیگری دلیلی که نخواستن میتونه یکی همی باشه چرا بیرون شدن این چلاوصاف و اکثریت و اقلیت معلوم شدن و کسای دیگر شهروند درجه دو درجه سه خطاب کردن هم برای یک تعداد خوب به همین منظور است به او خاطر ما برای فراتر از این مسائل بس شهروند شدن خب بله. هر شهروند یک شهروند و یک بله. وی میتونه از همین طریق چی وقت ما شهروند میشیم در دنیای امروز تذکره تابعیت به خاطر انتخابات نیست اکثرا تذکره تابعیت در دنیا به خاطر توزیع میکنن که یک کشور بدانه که چقدر نفوس داره و هر فرد بدانه که من کیستم چی نام دارم از کجا هستم با کدام زبان صحبت میکنم از کدام ولایت هستم این هویت انسان است دقیق یک هویت است اما در افغانستان مشکلی است که اینجا تعداد باور به اینمی دموکراسی را که به زبان میگن ندارن اگر باور دارن بیان تذکره تابعیت توزیع بکنن همه افراد و اشخاصی که در افغانستان واجد شرایط از تذکره بگیرن که یقینا واجد شرایط همه کسایی هستند که تابعیت افغانستان دارن اینجا معلوم میشه که اکثریت کیست اقلیت کیست و رأی هم که داده شوه اونجا معلوم شوه شما ببینید در بسا ولایات به تعداد نفوس مثلا اونجا کارت رأی دهی داده شده در حالی که بالای سن 18 میتونه رأی بده هم سالی ازی به او خاطر اگر تذکره الکترونیک توزیع نشوه ما هویتمان همچنان اینمی قسمی که هستیم باقی میمانه تعداد نفوس در افغانستان همچنان نامعلوم باقی میمانه و انتخاباتی هم که در آینده بیاید مثل انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات زده و زخمی خواهد بود خیلی ممنون عبدالولی نیازی عضو مجلس نمایندگان و فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان از حضورتان پایان برنامه امشب تشکر از همراهی شما همچنان وقت خوش خواهم گرد